جناب آقای سید محمد حسینی لیدر ریسارت شروع می کنم. جناب آقای حسینی، شما این تنش‌های لفظی که بین خامنه‌ای و روحانی و همچنین بعد از درخواست مطالبه رفراندوم توسط روحانی بین مصباح یزدی و ناصر شیرازی و دیگر مراجع تقلید صورت گرفته رو چگونه ارزیابی می کنید؟ با سلام به شما و بینندگان عزیزتون، عرضم حضور شما که و میهمانان بزرگوار، عرضم حضور شما که ما چند سال پیش، 4-5 سال پیش رسما من اعلام کردم که چه اتفاقاتی قراره که بعداً بیفته. یک سال و 2-3 ماه پیش رسما اعلام کردیم که نظام بعد از اینکه صدای انقلاب و همانند محمد رضا شاه پهلوی شنید، اون وقت میاد چند تا کار اساسی انجام میده. یکی اینکه میره تا حجاب رو برداره، دوم میره سراغ رفراندوم همه پرسی، سه قانون اساسی رو عوض کنه، چهار رهبری به صورت کامل حذف میشه و خیلی اتفاقات دیگه. یعنی ما یه سال و خورده پیش رسما اعلام کردیم این کارهایی که قراره اینا بکنن چه خواهد بود و مدارکش هم موجوده. اما اینکه روحانی و خامنه‌ای درگیرن، شما روحانی رو باید بذاری وزارت اطلاعات و روحانی رو باید بذاری هاشمی رفسنجانی و عرضم حضور شما که و خامنه‌ای هم بعد بذاری جناح راست. ما یه سال پیش اعلام کردیم که خامنه‌ای فوت کرده، یعنی مرده، و بعد اینا هاشمی رفسنجانی رو کشتن. اصلا موضوع الان به صورت کمپلت عوض میشه. یعنی احمدی نژاد و گروه‌های سیاسی دیگر الان شما نگاه کنید یک ساله که گستاختر دارن حرف میزنن. یعنی قبلا اگر خامنه‌ای یک کلمه حرف میزد، اینا جرأت حرف زدن نداشتن، ولی الان عرضم حضور شما که گستاختر شده. حالا من نمیخوام راجع به این حرف بزنم که چه اتفاقی میفته، اما راجع به رفراندومی که داره پیشنهاد میشه، به نظر من یه تفریح همین اول برنامه بکنیم. از نظر من این که درگیری بین سپاه و وزارت اطلاعات، درگیری اصلاح طلب هایی که توسط رسانه های خوشین در خارج دارن انجام میدن و اصولگراهایی که الان رو هوا هن. یعنی در اصل به عبارتی نمبر وان، این که ما اصلا رأسی الان تو مملکت نریم. یعنی این تشدید یک ساله، منظورم این که الان تشدیدش یعنی درگیری بین قوا از یک سال پیش شروع شد و تا الان ادامه داره. دوم این که رفراندوم، تعریف رفراندوم ما هنوز نفهمیدیم. یعنی سال 68، 10 سال بعد از خمینی، رفراندومی اتفاق افتاد که دقیقاً آقای خامنه‌ای که اصلا هیچ کاره بود که رهبر ولایت مطلقه فقیه. یعنی یه رفراندوم با 97%، یعنی اینا اعلام کردن 97% رأی دادن. ما به ریاست‌ها و مردم ایران گفته بودیم که هر وقت اسم رفراندوم اومد اکوالز بذار جلوش با کودتا، یعنی قرار یک کودتای ساختگی اتفاق بیفته و یا تبدیل پادشاهی پارلمانی آخوندی به پادشاهی پارلمانی کرواتی. یعنی این دوتا راه گذاشته بودیم. حالا اینکه اینها با هم درگیر شدن به دلیل اینکه نه خامنه ای از نظر ما وجود داره، نه هاشمی وجود داره، اصلا رأسی وجود داره. سپاه درگیر شده با وزارت اطلاعات و شدیدتر هم خواهد شد به زودی.